در مورد بازگشت شخصیت های افغانستان پلان و برنامه مرتبی چی است؟ یک کشورشان است و ما از آنها سیانت خواهد کردیم. در قسمت امنیت گاهی انفجارها میشه در سطح شهر و اطمینان میدیم که در اینده ها انشاءالله این مشکلی نخواهد بود. در برخی مورد گفته میشه که عفو عمومی نقض شده، شما این خبر را تایید میکنین؟ ولی هرگز به معنای این نیست که خدای نخواسته امارت اسلامی اما عفو را مراد نکرد، عفو تدبیق است. برای حل مشکل اقتصادی برنامه های امارت اسلامی افغانستان تلاش میورزیم. اول خوب غلام باید رها شود دیگه، آخر گام های مثبت گذاشته شده از طرف آمریکا، از طرف سازمان ملل متحد. اما تنها شما شب ها در هوای سرد نوبت میگیرن، میخواین پولای خود خالی کنن، نگران هستن بانک ها سقوط میکنه. تعاملات دنیا با ما تقریبا رسمی است، یکی در اعلان باقی مانده تا حال اعلان نشده. تصمیم شما در مورد دانشگاه های دولتی چی است که چی وقت فعال خواهد شوند؟ خانم احمق بر باید شرایط درشان فراهم شود، هم در کار هم در تحصیل. خط قرمز امارت اسلامی چی است برای خط مشی رسانه ها؟ متاثر شدن ولی نمیگذاریم که انشاءالله متاثر بیشتر شود. مسئله کوچی ها و دهنشین ها بود که در طول چندین سال در مناطق مختلف از جمله در بهسود جنجال وجود دارد، ولی از تجاوز انشاءالله چندین جلوگیری میکنیم هر کس که بپذیریم. مسئله عشر هم مهم است چون مردم هم خوشکابی است جناب مجایسه و هم فقر است، ولی در وقتش که مردم متضرر نشن. گفتگوی ویژه با ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد تازه ترین و مهمترین مسائل کشور، جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه از تلویزیون راه فردا.